تبعید زندانیان سیاسی باید با اعتراضات وسیع و سراسری روبرو شود. در طول هفته‌های اخیر شاهد تبعید تعدادی از زندانیان سیاسی به زندان‌های مختلف بوده‌ایم. تبعید زندانیان سیاسی به زندان‌هایی که عمدتاً زندانیان با جرائم عادی در آن نگهداری می‌شوند، همیشه به عنوان روشی برای فشار بیشتر بر زندانی و به خطر انداختن امنیت جانی زندانی، جدا کردن زندانیان شناخته شده از همدیگر و شکنجه روانی زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان اعمال شده است. ما شاهد افزایش این تبعیدها هستیم. این اقدام رژیم کاملا هدفمند و سیستماتیک بوده و زنگ خطری است که باید با اعتراضات هرچه وسیع‌تر جواب بگیرد. رژیم به خیال واهی خود می‌خواهد با تبعید و فشار بر زندانیان و خانواده‌ها صدای اعتراض را خاموش کند. اما حتی خود رژیم نیز می‌داند زندانیان سیاسی سمبل اعتراض در جامعه می‌باشند و اعتراضشان خاموش شدنی نیست. در جواب به تلاش مذبوحانه رژیم، خانواده‌های دادخواه در این سال نو با برپایی سفره هفت سین در مقابل زندان‌ها و بر مزار فرزندانشان و با دادن پیام نوروزی اعلام کردند که صدای فرزندانشان هستند. زندانیان سیاسی تبعید شده نیز ساکت نمانده و اعتراض کردند. 34 نفر از زندانیان سیاسی زن و مرد در زندان‌های اوین، فشافویه و شیراز اعلام اعتصاب قضا کردند. 18 تن از زندانیان سیاسی رجایی شهر نامه اعتراضی صادر کردند. چند تشکل کارگری در ایران و همچنین عفو بین الملل خواستار آزادی اسماعیل عبدی شدند. پیام زندانیان سیاسی و خانواده هایشان به مردم فراخوان به اعتراض سراسری علیه تبعیدها و برای آزادی زندانیان سیاسی است. از شما مردم آزادی خواه و مدافعان آزادی زندانیان سیاسی دعوت می کنیم تا با اعتراضات وسیع، تجمع در مقابل زندانها و در مقابل دفاتر رسمی رژیم، تبعید و پرونده سازی برای زندانیان سیاسی را محکوم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی شویم. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، 22 مارس 2021 برابر با 2 فروردین 1400.